نمیشه بیان جلوتر بشینین، جا هست. آره بیان که حکومت همون عقب بشینه، اذیت نشید. سلام سلام، خوبی؟ حالا یکم سکوت کنیم ببینیم، حالا یه ذره فکر کنیم ببینیم چی گره اون بیان. یکی اگه حرف حساب داره بزنه گوش کنیم. بگو. سلام سلام سلام. آقا شما هم بیشتر دعوت میکنیم آقا به تفکر. حالا میخوام ببینم که چجوری باید فکر بکنم. چیز سختی پرسیدی. خیلی کار سختی فکر کردن. خیلی میخوام فکر بکنم بر اساس تجربه خودم. ولی فکر میکنم شاید یه چیزی برای تذکیر باشه، یه چیزی که من بخوام فکر کردن خیلی، تفکر خیلی ناز داره. تو خونه ای که کسی توش باشه نمیده. کافیه یه بچه گوش کنید دیگه. میخواید شما جواب بدید، گوش کنید. خب دیگه تفکر خیلی ناز داره، خیلی. خونه ای که کسی توش باشه نمیره. کافیه یه پیش قضاوت ریز ته ذهنت باشه، اصلا سراغت نمیاد، وارد نمیشه، تو رو میذاره با پیش داوریت، میگه برو با همون حال کن، اونو داری دیگه. اونقدر وحشتناک این حرفی که دارم میزنم که همین امروز با دوستی صحبت نیم اومد نیمد اون عقب رو نیبینه چشم دفعه داره اینک بزن. من یه ذره میخوام ببینم اتون، چون من اینک میزنم موقع رانندگی، دور رو نمیبینم. بعد چشم رو تایی میکنم شماها رو ببینم. دیروز داشتم فیلم نگاه میکردم، همین فیلم جلسه رو دیدم، همش اخمو اینا، همه بگم چقدر اخمو اینجوریه. یکی هم نوشته بود بابا تو یه چیزیت میشه واقعا عصبی، با عصبانیت میگی مهربون باشید، نمیشه. آره بیشتر میخوام ببینم جمعیت. حالا یادم رفتم رو عینک بیارم، خواستم اینم عینک رو بزنم راحت ببینم میتونم چه خبر. امروز با یه دوستی صحبت میکردم، یه جمله ای از قول مرحوم های بهجت گفت، خیلی وحشتناک حرف و درستم هست، چاره ای هم نیست. ایشون میگفت که های بهجت گفته بود که معلوم نیست که حالا تو عالم بعدی هم خیلی حقایق واسه آدم معلوم بشه، چون صاحبان فرقه های مختلف و دیدنشون توی همون عالم. بعد به طرف گفتن خب آخو حق با کیه؟ گفته حق با ما بود دیگه. یعنی هنوز طرف رو مود خودشه. خیلی چیز طبیعی هم از این حرفا، چون شما فکر میکنید اونور که میرن همه دیگه آدم حسابی میشن، میگه آقا یه دیگه داغیه، میگن اینجا جهنمه، یه جایم گروبوتست اون توش مثلا یه چیزی شبیه حالا یه جایی هست جذابه، میگن اینجا مثلا بهشته و دیگه. یارو میگه خب این بهش جهنم دیگه، میفهمه دیگه. نه اینجوری نیست، خبرا نیست. نه، طرف روی مودیه، روش هم میمونه. یعنی ممکنه بره تو عالم برزخ هم نخواد بفهمه هنوزم. از اونجایی هم که اجباری در کار نیست هیچ وقت و شما همیشه صاحب اختیاری و اصلا اختیار جز ذات انسانه و اگه اختیار ازش بگیری دیگه انسان نیست، اینه که اونجا هم کسی بهت زور نمیگه، تو حال خودت میمونی. تو دنیا که اینو دارید میبینید اصلا چیز عجیبی نیست. شما یه بچه رو هر جا ببری بچه است، ببرش با خودت کلاس دانشگاه بچه است، میشه شروع میکنه بچگی کردن.
ببرش مهمونی، ببر لب دریا، ببر بالای قله اورست، ببر چونم تو ماشین، تو قطار، هواپیما. اصلا مکانه مهم نیست، تو دشت، تو جنگل، لب رودخونه. بچه بچه است، همه جا بچه است. تا بچگی در نیاد هیچ کدوم این جاهایی که بردی برش مفهومی نداره. همه جا رو بچه شهر بازی میبینه، همه جا رو. برای همین هر کجا ولش کنی یه چیز پیدا میکنه بازی کنه. صندلی و تاب سرسره میبینه. چنان دیدید روز رفته بودم یه فروشگاهی، همین قم تازه افتتاح شده بود اینا، بعد پله برقیاش کار میکرد، یک ذوقی میکردن این بچه‌ها، از پله برقی برعکس میرفتن بالا، اون داشت میاد پایین، رو قدم میزدن بودو هم برن بالا. یه وسیله واسه این که شما فشار به کمرت نیاد، مثلا آسیب دیده ای فلان، برای رفاه اینو نمیبینه، تفریح میبینه. بچه هست دیگه، پله برقی رو یه وسیله اسباب بازی میبینه. برای همین از صبح تا شب 40 بار به بچت میگی که این اسباب بازی نیستا، ولی اون اسباب بازی میبیندش، میخواد بذار زمین، برو ببین. اگه چیز دیگه دید 100 بارم براش توضیح بدی، سه شوار برای بچه 4-5 ساله اسباب بازی روشنش به وو صدا مون کیف بود. اگر بچگی در نیایم عالم برزخ هم همینه. برای اینه که میگم تفکر ناز داره. سر سوزنی قضاوت کرده باشی. من یه بار دادگاهی رفتم، زیاد رفتم، خاطره زیاد دارم. بعد یه بار خیلی جذاب بردارم اینا، یعنی اون دفعه رو خودم نرفتم، بردن. چون چند بار خودم رفتم، یکی دو بار بردن، یه بار اومدن، خیلی چیزای مختلف داشت. بعد ظاهرا نمیدونم یارو، فکر کنم بنده خدا رو بهش اصلا قبل اصلا خبر نداشت چیه. یعنی مثلا یه پرونده بهش داده بودن، گفته بودن مثلا فلانیه، که ما رفتیم و جا نشستیم که خودش هم خیلی خبر نداشت کلیاتی، چون یه دو ساعت نگرم داشتن که ایشون فکر کنم با پرونده آشنا بشه، و الا که خب مثلا دلیلی نداشت دو ساعت منو اونجا نگه دارن. چرا باید نگه دارن؟ وقتی مدی بردی حتما همه چی آماده است دیگه، منو بردی دیگه، دو ساعت من توی اتاق، حتما منم خسته بودم خوابیدم اونجا. بعد که پاشدم اینا یه بعدم میدارم که گفتم پاشو بیا اینا، رفتم اونجا گفتم خب. بعد طرف گفت که آقا 13 تا شکایت داری شما. گفتم خب آقا چی شده الان مثلا چی؟ گفت چیکار میکنی همه ازت شکایت میشه، چجوریه؟ یه کاری کردی دیگه حتما دیگه. گفتم ببین آقای قاضی، ممکنه اگه کسی 400 تا شکایت بشه 400 تاشم چرت و پرت باشه، ممکنه اگه کسی یه دونه شکایت بشه یه دونهشم درست باشه. شما که هنوز من ندیدی، با من حرف نزدی، من مطلبی نگفتم، داری قضاوت میکنی، میگی حتما یه چیزی بوده بر اساس اینکه خلاصه چیه یه زرمسر دارن تا نباشه چیزه که مردم نگوین چیزها با اینا. گفتم پس معلوم میشه که شما یه پیش‌داوری داری. منم حوصله ندارم سوال مال جواب بدم الان، پس چون تو پیش‌داوری کردی دیگه، تو که سوال نکردی، تو همونجا قضاوتی، پس منم جواب نمیدم چیزیو، چون اونجا سوال میکنم باید بشینی بنویسی. خیلی هم این بخشش خیلی اعصاب پر کنه. بابا ضبط کنید دیگه، کار نکنید، بدید نرم افزار مینویسه. گفت یعنی نمینویسی دیگه؟ اونم حواسش نبود من چی میگم. گفتم نه دیگه، نمینویسم دیگه، نمی‌نویسم. گفت حالا میری بازداشت پس. گفتم بریم. اگه تا الان کجا بودیم خدا خیلی پول نهارشم بینید چقدر میشه؟ خیلیه، صبونه نهارشم حساب کن، یه جایی میبرد صبونه نهارشم تو بهت میده. تلفن نداری؟ یعنی روزی چند ساعت وقتتو مردم نمیگیرن؟ بعد کتابخونه داره، اولاش نه بعدش هست، بعد اونجای چیزی که میری دیگه هست. اونجا هم یک دونه مثلا میارن به چیزی، چون یه بار اونجا شنم. بعد خلاصه میخوام بگم، گفتم بالاخره من میدونم خرج خودم بدم، شما خرج منو بدین دیگه، دمتون گرم دیگه، چه مشکلی. یه ذره فکر کرد، گفت باشه پس سوال میکنم جواب بده. یعنی فکر میکنم آدم منصفی بود، یعنی یه ذره فکر کرد، اول دید که ما خیلی دیگه زیادی بیخیالیم، یه ذره فکر کردید خب بابا بعدم نمیگه دیگه، میگه چرا زود قضاوت کردی؟ تو که دفاعیات منو نگرفتی که،
شکایت من متهمم، مجرم که نیستم، متهمم به اینکه این حرف زدی. باید ببینی من زدم یا نزدم. اگه من زده بودم و خلاف گفته بودم من میشم مجرم تازه. متهم که مجرم نیست که، با متهم که به شکل مجرم برخورد نمی کنن که. بعد گفت نه اتفاقا کلی هم رفیق شدیم، فکر کنم یکی دو بار دیگه هم رفتیم دیگه، اونا خودم رفتن دیگه، یعنی گفتن بیا رفت نشستیم. خیلی جذاب. ببین پیش داوری داشته باشی خوبه، منم ناز میکنم میگم جواب نمیدم. تفکر که خیلی براش مهمه جایی که میره تمیز باشه، چون کمترین آلودگی منحرفش میکنه. من یه بار رفتم یه سایه ساندویجی خیلی ازش خوش آمد، تو همین قمار، این بلوار همین، خیلی خوش آمد، الان دیدم نیست، رفته از اونجا. بعد رفتم اونجا، آدمی بود عشق میکرد با کارش، دیدی بعضی ها مجبورن یه کاری دارن میکنن، قیافشون معلومه. امروز یه اتوبوس تو قم دیدم، یه عکس گرفتم ازش، یه حالی به شهرداری بدم و اینا. قشنگ اتوبوسه انقدر خسته است، انقدر کثیفه، چنه قشنگ معلومه مجبورش کردم بیاد تو خیابون. مرد حسابی 90% جامعه الان اتوبوس سوار میشن، چون ما یا فقیریم یا یه چیزی داریم یه مقدار. این وسط که دیگه چیزی نیست، قبلا بود قشنه مرفع بود 5%، 70-80% هم این وسط متوسط ها بود، در یه 5-6% 7-8% هم پایین بود. الان کلا مثلا 2% اون بالا هم 98% هم که با همیم دیگه، فضل خدا. اینا حالا بعضی همون هنو قبل یه چیزی داریم، بعضی همون هم فروختیم، چیه مدت بگذره به هم خیلی شبیه میشیم، چون ما همون چیزایی که داریم میفروشیم قشنگ با هم دیگه صفا میکنیم. کار نرم. یه ماشین کثیف اصلا آدم اینو میبینه یاد بدهکاریاش میفته. شما ماشینت کثیف باشه تو خیلی کشورهای پیشرفته دنیا جریمه میشی، نه که قبض جریمه بهت بدن، پلیس دنبالت میاد، اولین کارواش میفرستد تو، میگه برو تمیز کن ماشین تو، چیه مردم این حالشون بد میشه. گوشه ماشین شیشت نباید شکسته باشه، چه برسه به شکسته باشه بعد با این مهره ها بشته باشی، چسب زده باشی، یه چیز آه. از اتوبوس عقبش یه بخشش نبود، بعد رو بدنش هم یه تبلیغاتی دیدی، تبلیغاتو با چسب میچسبونن ظاهرا، یارو پول نده بود کنده بودن سیاه و تشم، عقبش هم یه نصف بنر چیز خورده بود. و این چه مسخره بازی در آوردین دیگه، خودتون دیگه خیلی ولش کردین همه چیو. خب خسته این، برید خونه هاتون، بس دیگه خدمت کردید الحمدلله دیگه، برید. خب برید چرت و جوون میام خدمت کنم بهتون. این چه شهرداری، چه مسخره بازی. من هر چی اتوبوس من خیلی اتوبوس تو قم دیدم اینجوری بوده. امروز دیگه اصلا وایسا بغض رفتم دو سه تا عکسام گرفتم، گفتم این شهرداری من چیکار داری میکنی؟ اینقدر چرک و کثیف و زشته بابا. زندگی مردم اصلا نمیفهم واقعا درکشون. حالا ولش کن حالا دیگه. چی میگفتم اینو گفتم؟ آره بعد ساندویچ خیلی با حال بود، یعنی قشنگ رو عشق میکنه. بعد من یه ماده یه تو ساندویچ نمیخورم به یه دلیلی، خوشم نمیاد، مزهش رو دوست ندارم. بهش گفتم که دیدم داره از اینا استفاده میکنه، این پنیرا و اینا. بهش گفتم که داداش واسه من پنیر نزن. بعد یه چیز دیگه هم داشت، پودری هم داشت اینا. گفتم از اونم نزن، اینم جوری نکن. گفت که داداش معذرت میخوام، من این ساندویچ رو درست کنم، مزهش خوب نبود پولش هم نده، ولی کار منو خراب نکن. من فکر کردم این مواد با هم ترکیب میکنم، خراب این مزه منه، این مال منه، این معلوم اینجا به من میگه، مثلا این میان اینجا همبرگر میخورم با این طعمی که من میگم، مثلا چیز یه کلاسی داشت برم. خیلی حال کردم باش، حاضر نشد دستور غذاشو تغییر بده. گفت ببین این غذای منه، بخور خوشت نیاد پولم نده، این کاری که من کردم خرابش نکن، دست خرابش نکن، چون هر چی تو بگی اضافه کنم یا کم کنم مزه رو تغییر میده. بعد میری میگی ساندویچ فلانی خوردیم خوشمون نیومد، ضد تبلیغ میشه واسه من. یه وقت من یه ساندویچ میدیدم خوشت نمیاد، حقمه که بری بگی بدمزه بود. یه وقت خودت یه کاری میکنی بدمزه میشه، میفته گردن من. این کارو نکن. تفکر دقیقاً اینجوریه، میگه ببین یه مثلا میگم شما یه ظرفی رو فرض کنی توش سه بار آبگوش خوردی نشستی،
بعد داشتی بردی لبنیاتی میگی آقا 2 کیلو شیر بده به من، نگاه به ظرفت میکنه، نگاه به خودت میکنه، میگه که برو ظرفتو بشور، چون به شیر نمیدم تو ظرف کثیف حتی اگه پولشو بدی، چون هدر میشه. شیرم بهت بدم فایده نداره، این میبره، اینو بذاری رو اجاق داغش بخوای بکنی میبره. ظرف تمیز نباشه شیر بهت نمیدن، ذهن تمیز نباشه تفکر اصلا سمتت نمیاد. برای همین 99% ما فکر میکنیم که داریم فکر میکنیم، مثلا فکر نمیتونیم بکنیم. خیلی باید خالی باشه ذهنت، بدون پیش داوری باشه تا بتونی دو تا چهار تا کنی به جواب منطقی برسی. والا دوست داری به یه جوابی برسی دیگه. یه بار من نمایشگاه کتاب بودم، بعد یه خانومی هم بند خدا خیلی به من انتقاد داشت، یعنی از قیافش هم معلوم بود بند خدا ناراحت. بعد یه آخوندی هم بود، ما با هم نشسته بودیم صحبت میکردیم، یه تو مردم هم میومدن میدیدن صحبت میکرد. بعد اون خانومه اومد، من قیافش فهمیدم این منتقده دیگه، معلوم بود تیپش و صحبت چیزش اینا. گفت من با شما یه سوال از شما دارم. گفتم بفرمایید. گفت شما گفتید عقل و فلان، و عقل که ناقص، عقل که نمیدونم فلانه، بعد ما همه چیزی که نمیشه با عقل فهمید چی نمیشه؟ گفتم خانم خب اگه نمیشه با عقل چیزی رو فهمید که من نمیتونم بپذیرم، رو چه اصلی بپذیرم؟ برای چی بپذیرم؟ من حرف غیر منطقی از هیچ کس قبول نمی کنم. باید تو قرآن اومده باشه چی؟ گفتم حرف غیر منطقی اگه تو قرآنم باشه من قبول نمی کنم. گفت همین، تو قرآن رو قبول نداری. از این خیلی زخ کرد. بهش گفتم حال کردی یا اون چی که میخواستی گیرت اومد. برو قول برو الان به تلکون فضا مجازی. ها دیدی گفت قرآن رو قبول ندارم. خودش گفت، نه خودش گفت. تو قرآن حرف غیر منطقی هست؟ آقا یارو اومده بود یه کلمه حرف بگیره بره، اصلا بحث نمیده بود بکنه. اون از قبل تو ذهنشه که این کافر مرتد ضد دین لابالی انگلیسی آمریکایی اسرائیلی خودمونم نفهمیم کجا مخرش. بعد معلوم نیست از کجا پول میگیره چیکار میکنه، اومده دین جوانا رو ببین ببره بریم ببینیم چی میگه. تو اصلا نیا، من هر چی بگم تو همین زینت همینه دیگه، من چه کارت کنم؟ نه من باشم کاری نداره که. امتحان کنید مامانت خونه یه برنج، مثلا دیگه برنج میگن دیدم برنج ارگانیک، یعنی کود شیمیایی ندادن بهش، که البته این بهش نمیگن ارگانیک. زمینم 5 6 سال نباید کود داده باشی بهش، برای پارسال کود دادی امسال هم روش تاثیر میذاره. یعنی یه زمین کشاورزی بخوام میگم محصولش ارگانیکه، 6 7 سال نباید ماده شیمیایی بهش داده باشن، سم بهش نزده باشن، خیلی کار داره، به این سادگی نیست. برای همین خیلی‌ها میخوان محصول ارگانیک درست کنن تو بستر میکارن نه تو زمین، یعنی یه بستری رو درست میکنن که هیچ ماده شیمیایی توش نباشه، داستان داره، کار نداره. فنیشو خواستم بده. شما فرض کنید برنج ارگانیک، واقعی ارگانیک، بعد اینو بپزن با کیفیت درجه یک. حالا شما گوشت هم مثلا مصرف میکنی، از گیاهخوار نیستی، گوشت خارم هستی، گوشت هم میخوری. مثلا یه گوسفندی که تو صحرا چریده، تو عشایری بوده، علوفن بهش ندادن، کنسانتره ندادن بخوره، لاشقاطی کرده باشن همه چی، نه بیابون چریده، خودش هم انتخاب کرده علفو، شبچر هم نبردن که مجبور باشه همه چی بخوره، چون گوسفندا رو گله رو شبچر میبرن، چون شب دیگه نگاره میکنه چی، هر چی علفه میخوره زود چیز میشه. آره، وگرنه روز باشه انتخاب میکنه، یه غریزه خدا بهش داده که انتخاب کنه که بالاخره. حالا اصلا روز بردن گوش درجه یک دیگه، با تو بهترین ظروف، تو ظرف چودنی که هیچ آتشخالی هم قاطیش نکردن و خلاصه اینو پختن و گوشت به این خوبی، و بعد خلاصه روغن مثلا خیلی خوبه بدون کن چیه این چیزایی که ضرر داره تو روغن، و دیگه ترکوندن دیگه، اینو توی ظرف خوبی بیارن بزنن جلو شما. کافیه خواهرت، خواهر کوچیکت یا داداش کوچیکت بیاد در گوشت بگه که من توف کرده بودم تو این، بعدم بگه شوخی کردم، و بعدم شما متوجه بشید که این کارو نکرده، ولی دیگه اون غذا بهتون مزه نمیده. حالا بدترش میدونی چی؟ این غذا رو بخوری بعد که تموم شد خواهرت بیاد بگه که من اون رو اذیت کردی، منم توف کرده بودم تو غذا، درجا میاری بالا با اینکه دروغ گفته بهت، اصلا بعد میگه دروغ گفتم،
ذهنت که به هم میریزه معدت میاره غذا رو بالا، میگه یکی خراب شده، اون کیفیت رو نداره. میگیری مطلبو؟ میخوام بگم ببین فکر کرد یارو با ذهنیت اومده، با ذهنیت که توی این غذا توف کردن، آب بینی هم ریختن توش، حالا یک ساعت من دارم براش توضیح میدم، والا این برنج سالمه، روغنه سالمه، گوشت سالمه، قبول نمی کنه که فایده هم نداره باش صحبت کردن، چون اون ذهن اون قبلا اونجا نشسته تو ذهنش، تموم شده، هیچ کاری نداره، کاری هم نمیتونه بکنی، هرچی هم بگی تازه بیشتر اون شک میکنه که تو داری میخوای. دیدی مثلا مادره میاد میگه شوخی کردم با مامان، به خدا هیچی توش نیست، والا دروغ، هرچی اصرار میکنه تو بیشتر شک میکنی. اینو باید بذاری یه جا بره ذهنشو تمیز کنه. فکر کردن اینجوری خیلی کار سختیه، ذهن تو باید راجع به یه موضوعی خالی کنی. یکی به من میگفت یه چیزی فهمیدم میخوام برم ببینم تو قرآنم هست یا نه، گفتم باری کلا قطعا پیداش میکنی، پیداش میکنی وقتی که عقب یه چیزی آماده کردی، میری میگردی یه جوری میچینی عقب جور. این گروه فرغان بودن که یکی از شاهکاراشون زدن آقای مطهری بود، واقعا دیگه، یعنی هر چی آدم حسابی بوده شما نگاه بکنید به 3 سال اول انقلاب نرسید، زدن گودرزی دیگه، طلبه بود دیگه، اینا خودشون حافظ قرآن میدونستن و مفسر قرآن میدونستن. مثلا چه جوری مثلا میگفت الذین یؤمنون بالغیب، میگه مؤمن کیه؟ اون که به غیب ایمان داشته باشه. بعد میگه میدونید غیب چیه؟ غیب یعنی کار تشکیلاتی زیرزمینی، یعنی خدا یکی از اعضای مجاهدین خلق بوده، بعد به کار زیرزمینی اعتقاد داشته. حالا اینا جز مجاهدی نبودن، این گروه فرغان بودن، یک گروه دیگه، یعنی اینا زیاد داریم، تولید انبوه صادر کردیم به دنیا الحمدلله. آقا وقتی تو معتقد شدی به یه مسیری، تو قرآن هم یه کلمه پیدا میکنی، بعد میگی این ما رو میگه، تاموش شد رفت. بعد هم میگفت خب هر کس هم به ما ایمان نداشته باشه، یعنی به کار عملیاتی تشکیلاتی زیرزمینی اعتقاد نداشته باشه، کافره. کافرم که چیه؟ محدور و دمه. پس میشه بریم بزنیم یه تیر وسط پیشونی آقای مطهری، تموم شد رفت. شما اگه یه ذهنیت پیدا کرده باشی میگردی یه چیزی براش پیدا میکنی دیگه. فکر کردن چیه؟ این که اول ذهنتو صاف کن، خالیش کن. خب حالا چند تا معلومو میریزن اینجا روبرو شما و یک سوال از یک مجهولی، حالا بعد اینا رو به هم ربط بدی، اون مجهوله رو چکار کنی؟ پیداش کنی. یه ذره عجله نباید داشته باشی دیگه. ماها نمیتونیم، چون ماها ذهنمون عجوله، ما دنبال اصلاح جهانیم و دنیا رو میخوام، خود زندگی خودمون رو گند زدیم توش، میخوام دنیا رو درست کنیم، بعد هی میخوام ثابت کنیم. مثلا ذهنش چیه؟ ذهنش که علی ابن ابی طالب خیلی آدم خوبیه، بعد میگه بیا اصلا من به عنوان یه انسان عادی با تو بحث میکنم، بعد میگه خب، میگم خب بیا بسم الله بیا بحث کنیم، بعد میگه خب ببین به این دلیل پس علی خیلی آدم. آقا اون پیش‌فرضتو بذار کنار، تو به اون علی کوچیکش میکنی، بذارش کنار. خب بیا حالا بتونی اصلا میتونی اصلا بدون. من یه بار به یه بزرگواری خیلی هم به من محبت داره، منم دوستش دارم، حالا انتقادم زیاد بهم داره چون میدونم داره لایو هم میبینه حتما، الان هم نبینه بعدا نگاه که دوستاش میبینم بهش میگن چه میدونم میبینه تش دیگه، یا اونی که با هم رفیقه میبینه بهش میگه. یه بار بهش گفتم آقا شما میتونی بدون پیش داوری فکر کنی؟ به خدا نمیتونی. گفت من میتونم. گفتم آقا نمیتونی. گفتم الان من به شما یه چیزی میگم، تمام ذهنتو پاک کن بذار کنار. ذهنش خیلی مثلا تو انقلابی و چارچوب داره و خیلی ذهنش اینجوری. گفتم آقا اینو بذار کنار، یه واقعی اتفاق افتاده، 4 تا جوان این کارو کرده، راجبش صحبت کنیم. تا شروع کرد صحبت کردن باز که ذهنی چارچوب داری که باز که میگی در راستای نمیدونم چی، برابر گزارش فلان، همونطور که فلانی اونجوری گفت. گفتم این چرا ذهن برای خودت درست کردی؟ چرا چارچوب واسه خودت درست کردی؟ چارچوب درست کردی اصلا نمیتونی فکر کنی، همه رو میریزی تو این چارچوبه، هر کدوم نخون میریزی بیرون. این که نشد که، برای همین هیچ واقعه ای رو اونجوری که هست متوجه نمیشی. من چرا خبرگزاری ها رو قبول ندارم؟ نه شما میگم رسانه ها هیچ کدوم به شما راست نمیگن، اصلا رسانه نمیتونه راست بگه،
چون تمام رسانه ها یه چارچوبی دارن برای خودشون، اخبار بر اساس اون چارچوبشون پخش میکنن، کسی به شما خبر محض نمیده که. تمام خبرگزاری ها این ور آب اون ور آب در قالبی به شما خبر رو میدن که همراه با خبر به شما تحلیلم میدن، و خبری که تو چارچوبشون نباشه به شما نمیدن. یه اتفاقاتی میفته، هیچ مثلا این خبرگزاری اصلا متعرض اون داستانه نمیشه، با اینکه 5 تا خبر بغل هم دیگه شما رو به یه واقعیتی میرسونه، این تو چارچوبش این سه تا این سه تا رو به شما میگه، همیشه داره به شما چیکار میکنه؟ دروغ میگه، چون همه یه واقعیت رو به شما نمیگه. ما رسانه محض نداریم تو دنیا به هیچ وجه. یا به پول مفت گیر نیورده که چی کنه که بعد داره همینجوری جا نیست دیگه. بچه همونجوری پایین بشینید. من آقا کن آقا من آقا میکن. یه چیزی گفت، من گفتم چرا اون برنه گم کن. میگین این داستانو، رسانه نمیتونه به شما راست بگه، اصلا تو سیاستاش نیست که به شما راست بگه. یه سرمایه گذاری بر از بخاطر حفظ منافعش اومده یه خبرگزاری رو تأسیس کرده، بعد این خبرگزاری حافظ منافع اون سرمایه گذاره، یه چارچوبی هم براش تعیین میکنه. تو این چارچوبه چرا میتونی آزاد باشی؟ میگه آقا این چهار دیواری رو میبینی اینجا بود و جیغ بزن داد بزن چیکار کن، ولی تو این چارچوبه ای از اینجا بیرون نمیری. خبر محض کسی به شما نمیده که. همین که یه سری خبرها رو به شما نمیگه، همین که یه سری خبرهای کوچیک و با تیترهای دروش به شما میگه، یعنی داره به شما دروغ میگه. بعد چینش اخبار پشت سر هم دیگه تحلیل ایجاد میکنه، شما ارتباط بینش قائل میشی، بعد این ارتباط شما رو به یه ذهنیتی میرسه که اون میخواد. بعدن هم بهش بگی میگه من گفتم، من بند خدا میشناسم یه سری مرید دورش داره، این مریدش میره این ورمه به همه توهین میکنن، بعد میره بهش میگه که مثلا آی فلانی اینا چی میگم، میگه من گفتم، بعد شما میگه نه خب این میگه این به من، این به من مربوطه. یعنی چی؟ خب دوروبری تو هم دیگه، یعنی چی من گفتم من نگفتم؟ سنگو دادی دست یه احمق گفتی برو بزن تو سر اون، تو زدی اون نزده که. خبرگزاری این کارا رو میکنن، خبر برای همین یارو نشسته 50 تا خبرگزاری دیدی میگه میخوام حقیقت رو بفهمم، اصلا نمیذارن بفهمی، چون اونا پول میگیرن واسه این که به تو خبر رو نگن. هیچ خبرگزاری پول نمیگیره که به شما خبر بده. اینجوری داستانش. پس فکر کردن کار سختیه برای آدمایی که ذهنشون چی داره؟ طعم داره. حالا یه دو دقیقه هیچ چی نگید، بذار فکر کنید بچه‌ها، بعد من میخوام صحبت کنم. الان دو دقیقه چیزی نگید. گفتم دو دقیقه چیزی نگید. نه چیزی نگید دو دقیقه. رفته بودم یه مدرسه پسرونه، بهشون گفتم خسته شدی نه من باز خواهی میکنم ازت. رفته بودم یه مدرسه پسرونه، بعد کلا من روشم تو مدرسه میرفتم اینجوری بود، یه سوال پا تخته مینوشتم، میگفتم بچه ها 5 دقیقه رو فکر کنید. 90% مدرسه پسرونه که میرفتم نمیتونستن 5 دقیقه، این قاطی اعصابشون خورد میشد، همطور که شما الان یه سریتون واقعا دیدم دیگه، چون یه دقیقه هم نشد، نمیتونیم 2 دقیقه نمیتونیم سکوت کنیم. نه نه حالا من خواستم این سکوتشو، سکوت کردن خودش خیلی تقوا میخواد، فکر کردن که الان یک ساعت گفتم نمیشه، فکر کردن در مورد
نه 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 همین موضوع که الان صحبت کردم، همین که الان حرف زدم، همین حرفی که الان زدم، همین بطلبی که راجع به رسانه ها گفتم، کی گفته من درست گفتم؟ این حرفی که الان زدم تو جواب این آقا راجع به فکر کردن، کی گفته درست بود؟ با همین میشد فکر کنی. نه من که گفتم دو دقیقه سکوت کنید، نگفتم فکر کنید. سکوت میدین چقدر تقوا میخواد؟ کسی بتونه سکوت کنه؟ خیلی بیشتر حرف زدن تقوا میخواد. حرف زدن کاری نداره که، بیا تا صبح من برات حرف بزنم. ولی اگه تونستی یه ذهن مشوش رو بیشتر تو مشوش ترش نکنی، یه به هم ریخته یا به هم ریخته تر نکنی، الان شما نها کن دیگه، یه اتفاق افتاده، یه کسی اومده گفته آقا ما مسئولیت چه به عهده میگیریم، همه دارن حرف میزنن، خب با میزق لال شید، یه دقیقه لال شید، سکوت کنید، سکوت کنید، حرف نزنید. هر کی میبینی داره بیانیه میده، داره تحلیل میده، چی میده چی میده چی میده، آقا سکوت. یکی گفت من بس گرفتن، سکوت کن، حالا فعلا مصیبت دیده ایم، فعلا بریم تسلیت بگیم. نه من پریشب رفتم خونه طرف، بچهش تو پرواز به این رفته، گفت هیچ کس به ما سر نزده، جاره به ملت گفت خیابون دارن شلوغ میکنن، نرفتن به خانواده همینا سر بزنن. آقا چقدر الحمدلله در همه چی هم همه هم متخصصیم، یعنی میکروفون برای تو خیابون، از انرژی هستی واسه نظریه میگن تا بحث سیاست خارجی اقتصاد اینا تا فوتبال، سرمربی مثلا فلان تیم کی باید باشه، نظر یه جوری نظر میده، یعنی فکر میکنی تو سه تا دانشگاه تو اروپا این درس خونده، الان فوق دکترای مثلا مربیگری فوتبال، بعد اون بدبختی که خودش رفته درس خونده آقای گل جهان بوده، هست هنوزم، هنوز که کسی رکوردشو نزده، البته یه ده خوشحال میشن ظاهرا یکی رکورد این بنده خدا رو بزنه، هست آقای گل جهانه، رفته تو دنیا فوتبال بازی کرده، درسشو خونده، یکی نمیره بهش بگه نظر شما چیه، و همه نظر میدن. خیلی ملت عجیب غریبی هستیم. مدرسه پسرونه نمیتونستن 5 دقیقه فکر کنن، باز مدرسه دخترونه ها بهتر بود. بعد من مجبور شدم مدرسه پسرونه رو تیمشون کنم، میگفتم شما سه تا با هم دیگه فکر کنید، با هم حرف بزنید راجع به موضوع، بعد یکیتون بشه نماینده راجع به این سوال صحبت کنه، فقط حرفی زد بتونه از صحبتش دفاع کنه، بقیه هم سوال کنن. خواستم یک کار کنم مخه یه ذره این آسایشگاه قم که بیمارا رو میبرن، بعضی بیمارهایی که حالا ذهنشون زیادی دارن، ما فکر میکنیم خیلی اینا کم دارن، خیلیشون زیادی دارن، جسمه نمیکشه، هوش بالا داره، جسمش نمیکشه، به هم میریزه. یه دوستی اونجا کار میکرد، دکتر بود، میگفت که ما یه تمریناتی داریم واسه این چیزا، بیمارایی که اونجا هستن، چون اونا دیوانه نیستن، دیوانه اونیه که آخرتشو به دنیا میفروشه، اون دیوونه است، اینا بیمارن، مریضن، ممکنه ما دارو براشون هنوز پیدا نکرده باشیم، ولی درد بدون درمان نداریم، باید بیشتر تلاش کنیم. گفت ما یکی از کارهایی که میکنیم ذهن اینا را بندازیم، واسه اینا ضرب المثل میگیم، میگیم فکر کن. گفت من یه بار به یکیشون گفتم یه دست صدا نداره یعنی چی؟ گفت یه ذره فکر کرد، گفت دروغه. گفتم یعنی چی؟ گفت اینا صدا داره. گفت من خودم بهش فکر نکرده بودم، من تقوم لله مسلم و فراد در راه خدا قیام کنید، دو نفری نشد تنهایی، چون یه دستم صدا داره. اون که بهت گفته یه دست صدا نداره بهت راست نگفته. آقا اون بیماری که ما فکر میکنیم کم داره، یه دقیقه فکر میکنه میفهمه یه ضرب المثلی که فکر میکردید درسته درست نیست. طرف میگو بیا یه دست صدا نداره، موخه تو کار بنداز صدا پیدا میکنه، ولی ما حاضر نیستیم حتی اندازه کسی که بیمار میدونیمش به یه ضرب المثلی که شده مبنای زندگیمون فکر کنیم، چون ما که با قرآن زندگی نمی کنیم، ما با ضرب المثل‌ها زندگی می کنیم. خب حالا اینا که مقدمه صحبت امشب. آقا من یه اشکالی دیدم تو بحثایی که داشتیم این چند وقته و امشب میخوام راجع به این صحبت کنم. اشکالش چیه؟ اول این که توجه کنید این بحثی که راجع به اسطوره دارم میکنم براتون، در دفاع از دین دارم بحث میکنم،
میخوام بگم این اشکالی که وارد دارید میکنید به دین، این اشکال به دین وارد نیست. چه اشکالی؟ این که دین یه روزی از زبان اسطوره استفاده کرده و متاسفانه یه عده امروز باور کردن اون اسطوره ها رو و اونا رو حقیقت میدونن و علم روز و فلسفه و عرفان خلاف این باور دینی به نتایجی میرسند. حالا فلسفه عرفانشو کار ندارم، علوم تجربی و جامعه‌ای که داره با علوم تجربی زندگی میکنه و علوم تجربی رو دوست داره چون زندگیشو داره پیش میبره، زندگیشو داره رشد میده، میگه آقا این باور دینی با این دریافت اجتماع، دریافت علوم تجربی سازگاری نداره. یه عده‌ام در دفاع از دین وای میسن از اسطوره دفاع کردن، منتها نمیدونه اسطوره از حقیقت میدوندش. این دعوا شروع میشه و اون وقت کی پیروز میشه؟ علوم تجربی. چون جامعه، جامعه ببین این مطالبی که امروز علوم تجربی بهش میرسه، یه روزی فلسفه هم به اینا رسیده، به یه بخشیش تو تناقضات دینی میگم و عرفان هم بهش رسیده. اما چرا هیچ وقت فلسفه و عرفان پیروز نشدن؟ حرفشون به کرسی نشسته، جامعه نپذیرفته؟ چون جامعه ارتباطی نداشته با این دوتا علم، نه حال و سله بحثای محض عقلی رو داشته، نه حال و سله زهد و چه میدونم تهجد و کارهای اینجوری رو داشته. ولی علوم تجربی زندگی مردمه، از صبح تا شب باش درگیرن. صبح بالا میشه میره حموم دوش میگیره، از اون دوش حموم که درست شده سند براش درست کرده تا اون آبی که اومده تو خونش، اون لوله کشیه، اون تصفیه شدنش، اون شامپویی که داره مصرف میکنه، اون حوله‌ای که داره خودشو باش خوش میکنه. سر کجا بوده اینا؟ اینا کجا بوده؟ کار ندارم برای شما فیلم تاریخی میسازن یا رو شامپو هم میره میزنه میاد. خب اون دیگه فیلمسازای شما اینجوری میسازه، من نمیدونم، درکشون نمیکنم. شامپو کجا بود؟ بودوش کجا بود؟ آب کجا بود؟ حموم کجا بود؟ نه که بگی حالا مثلا تو عربستان مرکزی فلان بود، اون چه تکلیفش روشنه. شما این کاخایی که تو اروپا میری تور، حالا اونایی که میرن بعد میبرن میگن کاخ فلان میری ببینی، یه بار این کاخهای تاریخیشون رو رفتی دیدی بگو توالت کاخ کجاست؟ اگه بهت نشون داد به جایزه میدم. کاخ توالت نداره. اینا دیگه، این که دیگه چیزی نیست که بتونی پنهانش بکنی. که میخوام بگم خب ملت الان صبح یه دوش که شما میگیری میبینی شیمی بهت کمک کرده، فیزیک بهت کمک کرده، معماری بهت کمک کرده، مکانیک بهت کمک کرده، ولی یه دوش گرفتنت تمام اینا به شما کمک کرده. هنر به تو شما کمک کرده، همون دیزاین حمامتون، کاشیه گل فلان داره چی داره، کوزه‌گری، چه 100 مدل صنعت با هم دست به یکی کردن شده یه حمامی که صبح میدی یه رو دوش میگیری میای بیرون. نمیتونه این همه اینا رو بذاره کنار که طرف حالا میاد میشینه صبحونه بخوره، دوباره سفره، دوباره انواع و اقسام غذاهایی که درست شده، تمام اینا علوم تجربی درش تأثیر داشته. این پنیری که درست شده، این که امکانات داره زیاد میشه، کمک شده بهش دیگه، کمک شده. این گاوداری ها، این دامداری های صنعتی، این کشاورزی صنعتی، این همه اینا کمک کرده شده زندگی بشر. بعد حالا شما میخواد بهش بگی که نه این علوم تجربی فایده ای هم نداره. میگه ببین برای زندگی ما که خوب بوده، تو رو میذاره کنار. برای همینه که هر چی طرف تو علوم تجربی داره جلوتر میره، ظاهرا داره از دین دورتر میشه و از باورهای دینی. من اومدم میگم این دعوا رو اومدیم حل کنیم، در دفاع از دین داریم این مطالب رو بیان میکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، من چند هفته است دارم راجع به اسطوره صحبت میکنم، بعد این کامنت هایی که مردم میگیرن برای من دایرکت میدن، زیر پستا مینویسن، تو خیابون میبینم، میگن این حرفا، که حالا این انقدرش که من وقت میکنم میخونم میبینم، میبینم داره به اسطوره جفا میشه. آقایون شما ببین قشنگ جامعه، ببین این مثالو براتون میزنم ذهنت قشنگ روشن شه. ببین یه بچه کوچیک چش باز میکنه، چشم بچه به دنیا میاد میبینه. حالا اگه تو رحم من میبینه نمیبینه من سر در نمیارم، اونو علوم تجربی باید بگن. گوشش که میگن میشنوه، یعنی تو رحم مادرم بچه میشنوه، عکس‌العمل نشون میده، صدای بلند باشه تکون میخوره، قشنگ معلومه که دریافت داره. حالا اصلا من کار ندارم، وقتی به دنیا اومد گوشش میشنوه، چشش میبینه،
زبونش طعمو میفهمه، میشه 2 سال، میشه 3 سال دیگه راه هم میتونه بره. چشمش بازه، گوشش بازه، طعمها رو متوجه میشه، گرم و سرما رو میفهمه، یعنی احساساتش شروع میکنه رشد کردن قبل از اینکه عقلش رشد بکنه. حالا شما به یه بچه 3 ساله، به یه بچه 3 ساله رنگین کمان رو توضیح بده، میتونیم رعد و برق رو بهش توضیح بده، رودخانه، دریا، دشت، کوه، اصلا مسافرت رو میتونی به بچه 2 ساله توضیح بده؟ یعنی چی؟ متوجه نمیشه. رفتیم سفر، بچه رو بودیم سفر، میگه من میخوام برم خونه، تو هتلی، میگم خونه کجا بود؟ میگه بریم خونه. بعد من میخواستم بهش توضیح بدم که ما یه شهر اومدیم یه شهر دیگه، بعد دیدم خب من چجوری به این توضیح بدم؟ توضیح بده ببینم، توضیح بده. ما با بچه از تهران رفتیم کیش، تو هتل بودیم، میگم میخوام برم خونه، بگو ببینم بهش رو خونه یعنی چی، به بچه 2 ساله توضیح بده. متوجه میشه اصلا؟ تا 5-6 سالش هم متوجه نمیشه، متوجه نمیشه چی شده، سوار هواپیما شدیم رفتیم، نمیفهمه چی شد. میگه من باید برم خونه، من فلان لباس صورتیمو میخوام، دختر بچه 5 ساله لباس صورتیمو میخوام. حالا هرچی میگه بابا اون خونه است، قمه، تهرونه، ولانه، لباسمو میخوام. ذهنه با ببین چشمه داره میبینه ها، گوشم داره میشنوه، احساساتم هست اما عقل نیست. در اصل چشم داره ولی نمیبینه، گوش داره ولی نمیشنوه، قلب داره ولی درک نمیکنه. نه این براتون آشنا نبود این حرف؟ آیه قرآنه، میگه گوش دارند نمیشنوند، چشم دارند. کیو داره میگه؟ میخواد بگه بابا جامعه کودکه. حالا برای جامعه ای که میبینه و سوال میکنه اما فهم نداره که درک بکنه اصل مطلبو، میخوای این حسش رو هم اقناع کنی، چیکار باید بکنی براش؟ رعد و برق زده، بچه تم ترسیده، چیه اینا بچه ترسیده؟ تو میخوای احساسات دیگه، این ترس دیگه احساساتشه، تو میخوای این احساساتش رو مدیریت بکنی، از اون ورم توجیه نمیتونه بشه اصلا. تو بگو بار الکترونیک، خود نمیدونی یعنی چی. همه همونم خوندیم، یادمون نیست، تو دبیرستان بودیم چیزا، ولی خب یادمون نمونده. خوبه؟ خب بعد چی باید بهش بگی؟ میخوای احساسات داره، سوال داره، دیده، شنیده، ترسیده، الان میخوای این ترسش به همش نریزه، باید چی بهش بگی؟ بعد بهش میگی ببین این ابرا بارون دارن، بعد یه رئیسی دارن، ها رئیس میخواد اینا رو ببره تو مزرعه ببارن، اینا تنبلن میخوان همینجا ببارن، داره میزنه پشتشون ببردشون تو مزرعه ببارن، بچه هم ترسش چی میشه؟ میزه. بعد آسمون گرومه میشه که برین دیگه، برین اونجا ببارین، تنبلا فلان، ترسش هم بین میره. چرا اینو بهش گفتی؟ احساساتش سوال درست کرد، ام گوشش هم شنید، اما مخش کار نمیکنه براش اصل داستانو بگی، داری یه مطلبی براش میگی، ذهنشو نگهداری، به همش نریزی، احساساتشو مدیریت بکنه تا عقلش کار بکنه بتونی مطلبو بهش بگی. بعد حالا شما یکی از کارهایی که میکنیم الان هست، قدیمم بوده اینا، این که برای بچه ها چکار میکردیم؟ داستان تعریف میکردیم، قصه های شب، مامان بزرگا با بزرگا تعریف میکرده تو فیلم ها، البته تو خونه های واقعی بعضی ها اینجور نبوده، الان تلویزیون این کار رو میکنه، یعنی یه شبکه داره 24 برای بچه ها برنامه پخش میکنه. دریوری ها، من یکی دو بار دیدم بچه ها، گفتم واقعا سوال براتون پیش بیاد من جواب نمیدم، خود رئیس صدا سیما جواب بده، چون این دریوری که اینا پخش میکنه از یه چیز عجیب وحشتناکیه. حالا تو داستان سعی میکردن چیکار کنن به ما؟ سعی میکردن حقایقی رو که متوجه نشدیم در قالب داستان یه جوری به ما بفهمونن. میخواد فواید نظم رو بگه، میشه تصمیم کبرا، میاد تو درس مدرسه، کتابش رو دفترش رو زیر درخت جا میذاره، بارون میاد خراب میشه، بعد میگه کبرا دیگه تصمیم گرفت که دیگه آدم بی‌نظمی نباشه. این تش میخواست به ما بگه چی؟
خب شما میدونید هیچ کبرایی وجود نداشت، یه داستانه. شما برگردید به 400 سال قبل، به 500 سال قبل، بشر چیزی غیر از اسطوره برای حفظ فهم صحیحش از عالم نداره و هر چی داره از اسطوره داره. شما میگید آقا ما فرهنگ پهلوانی داریم، درسته؟ تمام فرهنگ پهلوانی ایران نشسته تو ظرف چی؟ اسطوره. تمامش، تمام داستانهایی که درست شده داستانهای اسطوره‌ایه، وجود نداشته. منتها این اخلاق حسنه رو، این اخلاق زیبا رو که درک کرده که این اخلاق باعث خوش، باعث زیبایی بشر میشه، حال بشر رو خوب میکنه، رو ریخته تو ظرف یه داستانی نقل کرده. یعنی ریختنش تو ظرف چی؟ اسطوره. رستم، ببین شما الان اسطوره ها رو ریختین دور، یه بخش غیر مقدسشو، مثلا اسطوره های شاهنامه رو همه ریختین دور. چرا؟ چون مقدس نبوده، واسه تون ریختین دور. اگه اسطوره مقدس باشه نمیتونی بریزیش دور. شما الان پوریای ولی میتونی بریزیش دور؟ باور کردی که بوده، مشکلی هم ندارم با باورشا. الان فردا میدونی که تو فضا مجازی شروع میکنه آقا پوریا ولی رو برد زیر سوال. بله، یه اسطوره مقدس معلومه که نمیشه بره زیر سوال. منم معتقدم هست، بوده. منم اصلا نمیگم اسطوره است آقا جون، من جونم که سیر نشدم که. میخوام بگم پوریای ولی رو نمیتونی باش بجنگی چون مقدسه برای مردم. غیر مقدساشو ریختی دور. کسی دیگه دیو هفسری قائل نیست، رستمی نیست، سهرابی نیست، اصلا کسی با اینا کار نداره. اما اینو بدون، اگه فتووتی توی مردم الان میبینی از داستان رستم و سهراب میبینی، اگه عشق پدر و پسر میبینی از این داستان داری میگیری و از سر سفره این داستان نشستی یا خبر نداری. جوانمردی تو کشورت میبینی، سر سفره اسطوره های جوانمرد به اینجا رسیدی. این کم لطفیه که امروز که به علوم تجربی رسیدی بگی آقا اسطوره ها رو بذار. آقا اشکال نداره ها، من مشکل با اسطوره ندارم، اسطوره رو بذار کنار. خب مفهومشو چرا میریزی دور؟ مفهومشو نریز دور، مفهوم مفهوم عالیه. من به شما گفتم اسطوره یک حقیقتیه که مومیاییش کردن، این مومیاییه رو واکن بریز دور، اما حقیقتشو نریز دور. نگو فتووت چیه، چرت و پرت، اینا همش بخشش چیه، اینا همش دریوریه. خب شما الان میگید حاتم طائی، تو فرهنگ ما و تو فرهنگ اعراب حاتم طائی هست، انقدر این اسطوره رو خوب اومده، انقدر داستانو قشنگ گفته، انقدر به جون بشر نشسته، مرز زبان رو رد کرده، از عربی اومده تو فارسی، خوبه؟ ولی میبینید تمام چیزایی که تعریف میکنه اسطوره است. میگه یه شب 40 تا شتر کشته. کی؟ مثلا داستان مال 2000 سال، مال 1700 سال پیش میشه، 1600 سال پیش میشه دیگه، اینجوری میگن دیگه. خب نه که حاتم طائی نبوده ها، یه شخصی بوده، یه سخاوتی هم داشته. داستان هایی که دورش درست میکنن دیگه همش میشه اسطوره. گفتم یه حقیقتی هست، مومیاییش میکنن که بمونه. بعد در احساس، چون اسطوره میاد تو احساس، احساس مرز نداره. تو عالم واقع شما تو دعاتتون، شما فرض کن تو دعاتتون 1000 نفر باشید، چند تا شطور سر ببری 1000 نفر بخورن سیر میشن؟ 5 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 100 تا شطور میشه کش توی روز؟ کی میخواد اینا رو بخوره؟ مگه یخچال بوده گفته مثلا اینا رو برقش بده تو یخچال؟ مده یارو خواسته بگه آقا دیگه خیلی سخاوت من بود، خیلی تو عدد بالا میدیده. میگه حاتم طائی 100 تا شطور کشته بود، دیو چیده بود از کجا تا کجا، کل شهر رو دعوت کرده بود. اصلا شهر غیر از تو تمدنهای بزرگ شما شهر جایی میبینید؟ شهر چیه؟ تازه شهری که الان میبینی با مدینت و رسولی که میگم مدینت و رسول میکنه شهر، واقعا این شهری بوده؟ شهر کجا بود؟ هرکی بالا سر مزرعه چه درست کرده و توی زندگی میکرد، کشاورزیشو ندوزن، نخورن، نبرن، فلان نشه، امنیتی نبوده که.
میخوام به شما بگم اسطوره ها چیزای خوبی هن. ببین اصلا بشر دارایی معنویش رو تو ظرف اسطوره حفظ کرده. به اسطوره جفا نکنی، یا اون روز چیزی نبوده غیر از اسطوره. چجوری باید میگفته فوتووت و فیلمشو میساخته، پادکست درست میکرده، موسیقیش درست میکرده، مثلا چیکار میکرده، باید چیکار میکرده؟ میخواسته بگی فوتووت چیکار میکرده؟ الان 10 تا فیلم داری که توش فوتووت نشون میده. الان مشکلات اجتماعی تو جهان هست، یه قشری هستن که داره بهشون توهین میشه، تحقیر میشن، یارو بهم داره فیلم درست میکنه کل دنیا رو تحت تاثیر قرار میده، با اینکه همه وقتی فیلمو دارن میبینن میدونن این فیلم چیه، اسطوره است. دروغه. جوکر وجود داره جایی؟ نه جوکری هست نه گاتهامی، هیچی. ولی یه چیزی ساخته تو تمام دنیا باش همزاد پنداری میکنن، آدم هایی که سرکوف خوردن، تحقیر شدن، نادیده گرفته شدن، بهشون جسارت شده، همشون همه میشه. بعد یه دفعه میبینی یه فیلم میسازه، طرف تو تمام دنیا دیده میشه، بعد تو فضای مجازی کلی از کاربرای مجازی عکس صفحهشون میذارن جوکر، میگن ما اینیم، با اینکه اصلا یه همچین کاراکتری حقیقتا بیرون ملموس وجود نداشته، تو هیچ برنامه تلویزیونی نرفته، هیچ مجری رو نکشته، هیچ آدمی رو... نه اصلا همچی چیزی نیست. آشغالای نمیدونم نیویورک انقدر زیاد نشده که نتونه، از اینا هیچ کدوم نیست. یعنی فیلم خودش اسطوره است، ولی انقدر الان دست تو رو فیلم باز کرده میتونی حقایق رو تو این ظرف بریزی بگی که فیلم رو تو هالیوود ساخته، طرف تو قم میشینه فیلم رو میبینه میگه راسته، خودش رو این میبینه میگه من همین جوکر منم. بعد حالا شما اینا تو سینما متاسفانه نمیتونید ببینید، چون ما فیلم ها اونا رو همجوری پخش میکنن، اونا مال ما رو همجوری پخش میکنن، ولی تو خیلی از سینماهای دنیا میگه پلیس گذاشتن تو سینما موقع پخش این فیلم که کسی جوگیر نشه، یعنی سری اومد بیرون نشه جوکر بگه حالا بریم که بکشیم. چون تو دنیای واقعی، تو دنیای سینما، یه پلیس میتونه 50 نفر رو بکشه، هیچ وقت هم دادگاه نره جواب بده، ماشینش رو چپ میکنه، بعد یه ماشین دیگه میاره کبرا و نمیدونم هزار، بعد در جاده ها هم چیکار میکنه ماشین، بچه ما میشینه میگه بابا پلیس ها این نگفتن. بابا جون هر چی توی میبینی چرت و پرت. بابا پلیس بدبخت نشسته تو بنز، بعد شما میگی پلیس رو ببین تو بنز، این ببین یه گوشه آینش بخوره، این بیچاره است، عجیبش باید بده، از خداش این ازش بگیر این سمن بش بده، میگه حداقل پول آینه اونو دارم بدم. میدونی تو دنیای فیلم هاست که پلیس روزی سه تا ماشین رو نابود میکنه، بعد یه ماشین نو بهش میدن، دادگاه نمیره جواب نمیده، هیچی، آدم میکشه انگار از آوازا نوچاره میکنه یه باش بهش. اینا چیه؟ پلیس سر صحنه تصادف حالش بد شده بود، دیده بود اصلا ریخته بود به هم دیگه، اون بنده خدا به هم میگفت آجا یه جنازه دیده آدم نیستی که بیچاره، چون انسانه، اون فیلم سینمایی، اون اسطوره داره به تو نشون میده، اون همش دروغه، هیچ کدومش راست نیست. برای همینه که فیلم میبینم میرم پلیس میشم، همون هفته اول میفهمن اشتباه کردن، تو خبرها نیست. مثل این فیلم ها دیدی پدر مادر رو در میزنن شب میخوام یه اتاق پسرشون اجازه میگیرن، همش فوتوشاپه، با لگد میان تو بابا، واقعیت نداره این چیزا. که حالا یه چیز جذاب بگم، امروز توی خیابون امام بودم، مغازه یکی دوستام گفت که اینجا یه سرهنگیه، سرهنگ فکر کنم نم سرگرده چیه، درجهش یادم رفت، بچه های ناجاست، اسم های برزگر، گفت اومده بود مغازمونو، بعد صحبت بود، گفت که اینجا بهم زنگ زدن توی خیابون، رفتم یه سوپری گفته دوز گرفتی، رفتم دیدم یه دختر 10-11 ساله است با یه پسر مثلا 8-9 ساله، چی دزدیده؟ 4 تا ماکارونی، یه رب گوجه، یه روغن فلان، یه همه‌شو سرجم شد 200,000. میگه به طرف گفتم که داداش از اینا شکایت نکن، من شغلم، من دزد نمی‌شناسم، اینا دزد نیستن، اینا گرسنه‌ن. گفت نه سر ما می‌دونی چقدر کم میارم. گفت بهش گفته بود، بهش گفتم که کم آوردن تو دلیلش چیز دیگه است، اینا نیستن، این 200,000 تومن. میگه بد نشد 200 تومن، این 200 تومن داداش من خسارتو میدم، از اینا شکایت نکن، گوش نن اینا. و
بچه‌ن معلومه ماکارونی دزدیده امشب ببر خونه‌شون مثلا مامش ماکارونی براش درست کن. این که نباید بره بازداشت، این که نباید زندان، که زندان که میدونید کجاست؟ زندان دانشگاهه، شاید میره فنی میشه میاد بیرون. زندان فکر کنید کجاست؟ بعد دختر 11 ساله من زندان گفته بود اینا گرسنه‌ن، اینا دوز نیست، دزدی کرده ها ولی دزد نیست، میفهمه کارشه، شغلشه، میدونه. خیلی ها امروز شاید به خیلی مشکل ها خوردن ولی این نیستن، قضاوتشون نکنیم. یارو حقیر نیست بابا، گرفتار شده. حالا این تو پرانتز بلش کن، بیایم تو بس. من این همه جلسه راجع به اسطوره صحبت کردم، احساس میکنم ذهنیت اشتباهی پیدا کردی. آقایون اگر داستانی به اسم اسطوره وجود نداشت، شما هیچ ارث معنوی از گذشتگانتون نمیبردید. هر چی دارید در معنویت تا 300 سال پیش، تنها ظرفی که تونست اینو تحمل بکنه، این حقیقتو به دوش بکشه، به نسل بعدی برسونه، ظرف اسطوره هاست. همین متل ها، داستان ها، همین جواب های اسطوره ای به حقایق عالم. و فکر نکنید اونایی که از اسطوره استفاده کردن نمیفهمیدن جامعه رو. خیلی از اونایی که استفاده کردن حکیم بودن، فیلسوف بودن، عارف بودن، حافظ بودن، ولی جامعه بچه بوده کارش نمیتونسته بکنه. حافظ هرچی فهمیده از زیبایی معنویت ریخته تو ظرف غزل، بعد شیر و شرابم قاطیش کرده که مقدسام سمتش نیان خیلی، چون معلوم میشه که دوره زهد فروشی بوده دورش. میدونی چیکار کرده؟ یه ظرف اسطوره‌ای گرفته دست. خود شعر ظرفش اسطوره است، شعر یه ظرف اسطوره‌ایه. شما تو شعر، شما شعر رو با حقیقت نمیتونی یکی بکنی. ظاهرش رو میگم، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حالا اگه خال اون مثلا ترک شیرازی بیاد بگه آقا ما در خدمتیم، خب بده ببینیم سمرقند و بخارا را، این سمرقند و بخارا هم کجا بود؟ تازه حافظ بکنم مستأجر بوده خودش. خود شعر یه ظرف اسطوره‌ایه، منتها بی نهایت حقایقی که فهمیده رو ریخته تو این ظرف اسطوره‌ای. یه کاری هم کرده که از گزند زهد فروشان محفوظ باشه با این کلمات مثل شراب و این چیزایی که حالا آورده تو شعرش حافظ، یه ذره اینا رو دور کرده. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، زهد فروشا که اوه نعوذ بالله، ملعون است، ملعون است، اصلا سراغش نمیام. میگه بهتر تو نیا، تو خطری. یه کاری کرده شعرشو که هیچ زهد فروشی، هیچ جانماز آبکشی سمتش نیاد. ولی امروز که ما شعر حافظو میاریم، قیافه یعنی لباس اسطوره را تنش در میاریم، میبینیم ای بابا این چقدر فهمیده بوده. لباس اسطوره از تن شعر حافظ درار، میبینیم میشه آیات قرآن. چرا؟ چون نشسته فکر کرده، نشسته فکر کرده. قرآن همه حرفش چیه؟ فکر کن، کاری که قرآن گفته بکنه انجام داده. یکی به من میگفت که آقا یه کتاب معرفی کن راجب حضرت امیر ما بخونیم. گفتم علی صوت و لدالت الانسانیه، یه مسیحی هم نوشته، جرجرداغ نوشته دیگه، خدا رحمتش کن. بعد یکی به من گفت که خب این اگه نوشته اینقدر راجب علی نوشته، چطور شیعه نشده؟ گفتم چون علی رو شناخته. جرجرداغ کافی بود بگه من شیعه شدم، شیعه ها چماقش میکردن تو سر مسیحی ها. کارمونه این، کارمونه، کارمون اختلاف درست کردن، دعوا درست کردن. گفتم اتفاقا علی رو شناخته، نشسته سر جاش، زندگیشو کرده، حقیقت رو فهمید، چون فهمیده علی چقدر از اختلاف بیزاره. کلمه ای بگه بعد چقدر خوب نوشته رو کرد. نوشته علی اگه بگم از مسیح بالاتری دیرم نمیذاره، خب میگم پایینتری دلم نمیذاره. ببین چقدر بله. بعد حالا اینو بده دست یکی مثل ماها، تندای مثل ماها، هزار تا عیسی فدای خواه. آه چی میگی؟ تو یه دونه عیسی بیار ببینم چی میگی. میتونی خاک پای حضرت عیسی میشن هزار تا بی خاصیت مثل من، که بعد تو شعر میاری هزار تا عیسی رو میگی؟ خب چی میگی؟
شعرهای ما به درد دعوا میخوره. به کوری چشم تو فلان این شعر گفتی؟